مثبت اړخونه ټول په نظر کې ونیسو، تعقیب یې کړو او د منفي ټکو څخه انحراف وکړو او د هغو څخه مخنیوی وکړو. کوشش وکړو چې دا سریال په دقیق ډول سره وګورو تر څو زموږ د فجام د ټولو پولیسو کې کم پولیس مو ښه اجرات کوي، کم پولیس مو غلط اجرات کوي. د ښو څخه بې ښه اخلو، د بدو څخه بې ځان ژغورو. دا سریال په درست ډول سره نسو تعقیبولی. امیدوار یم چې دا سریال نه تنها په آریانا ټلویزیون کې بلکې په ټولو ټلویزیونو کې په مختلفو اوقاتو کې نشر شي او همدارنګه په ډي وي ډي کې ثبت شي تر څو زموږ د ټولو پولیسو په اختیار کې ولویږي. دا به زما په فکر سره یو ښه بېلګه وي او د عامه پوهونې لپاره به زموږ پولیس ته یو ښه زیری وي. قسمی که از سریال ما برداشت میکنیم، همکارای ما به خصوص پولیس نقش خوبی را در سریال کمیسر امان الله بازی میکنه. معمولا جهتهای از این را که من میبینم جهتهای آموزشی است برای طبقه ذکور اوناست که در صفوف پلیس ایفای وظیفه میکنه، بخصوص در شرایط کنونی. و یه یک بخشی مثلا موضوع دیگه از این است که طبقه اوناست هم تشویق میکنه که وا شایق بایی باشه، از حرکتهای مناسب همکارای ما برداشت میکنه که احساس از این را پیدا میکنه که خود به صفوف پلیس بپیونده و در خصوص اجرای وظایف سپرده شده در شرایط کنونی با مسلکای خود امنوا باشه. قسمی که ما میبینم و برداشت مهمی است و این انگیزه میتر برای پلیس خصوصا در شرایط کنونی ایجاب از این را میکنه از طریق تلویزیون های مختلف، بخصوص تلویزیون آریانا، تلویزیون ملی، طلوع و سایر تلویزیون هایی که در شرایط کنونی در افغانستان فعالیت میکنه، این وسط داده شوه و انعکاسات خوبی را پیدا کنه. همه هموطنهای ما توانایی از این را داشته باشه، از این دید و دید بکنه و جهتهای مثبتی از این قابل آموزش است، از او برداشت خوبی را داشته باشه و جهتهای منفی از این را هم انتقال میده. در آینده ما خواسته باشیم او را از طریق همکارای خود در رفع نواقص از او تلاش کنه. سریال کمیسار امان الله، کسایی که از نزدیک دیده باشند و یا سریال را مطالعه کرده باشند، مکمل یک سریال آموزنده، یک سریالی که به خصوص نقش پلیس در اونجا نشان داده و در هر حالت پلیس باید نقش خود را داشته باشه، به خصوص جرایم و جنایت های جنایی را که کشف میکنه و به چه شکل سازماندهی میشه، به چه شکل افراد و اشخاص پلیس مسلکی تعقیب میکنه و بالاخره این مجرمین یا مظنونین را گرفتار میکنه و پنجال قانون تسلیم مینماید. به این اساس بر همه باید لازم و ضروری است که وقت داشته باشند هموطنان ما و خصوص پلیس بیدار کشور که این سریال را ببینند، مطالعه بکنند. آموزنده هست و این را به صحنه عمل همگی ما و شما باید این را پیاده بکنیم. و او خاطر سریال هم همیشه در جلب و جذب افراد مسلکی و تحصیل کرده بخصوص هم از طبقه ذکور و هم از طبقه اوناست در آموزندگی از این سهم فعال داره و جلب و جذب اشخاص و افراد با اعتماد، مطمئن، وطنپرست، شجاع، دلیر که بتوانند در خدمت ملت و مردم افغانستان قرار بگیرند و جذب شود در صفوف پلیس افغانستان. پس به خاطر از این که به شکل همه جانبه و مسلکی قضایا را تثبیت شود و یا واقعات ها برملا شود، به میان به خدای نخواسته اشخاص و افراد ناحق به پنجه قانون سپرده نشود، به این اساس امیدوار هستیم که همه ارگان های کشفی و استخبارات جنایی ما اشخاص و افراد مسلکی را در پلیس جذب بکنه و همچنان به تعلیم و تربیه درست اینا آموزش پیدا بکنه و به شکل همه جانبه و به شکل درستی از این بتانیم در خدمت جامعه و مردم خود قرار بگیریم
و اشخاص و افرادی که همچون به خیانت و جنایت دست میزنه از نگاه مسلک اونا باید دستگیر شود و مظنونین واقعی یا مجرمین واقعی و پنجال قانون تسلیم داده شود که در آینده از جرم و جرایم ایگپا در کشور ما کاهش به عمل بیاید. در سراسر افغانستان در جریان هستند که پلیس ملیشان و ارگانهای امنیتی بخصوص پلیس ملی در خدمت شورازی مردم و مظلوم زحمتکش و بیدفاع افغانستان قرار دارد. به اساس در قسمت های از سریال اگر دوستا دیده باشد که پلیس همیشه به خاطر از بین بردن ناامنی ها شب روز در تپ و تلاش هستند، به خصوص زمانی که تروریست ها یک مواد انفجاره و انفلاقی را به وجود میاره یا اشخاص و افراد ترور میکنه که در اینجا پلیس ملی ما با این تروریست ها مشت و پنجه نرم میکنند و بالاخره اینا را دستگیر میکنه که مثال های زنده از اینا را ما و شما داریم که پلیس از خود قهرمانی کرده و از خود خودگذری کرده، شهامت نشان داده، تروریست ها و کسایی که سازمان یافته از طرف دستگاه استخباراتی پاکستان به افغانستان اعزام میشن، اونا را به جزا کیفر اعمالشان میرسانند. و از طرف دیگر هم سریال از طرف تلویزیون آریانا هفته یک مرتبه به نشر میرسه و چون سریال آموزنده است و پیشنهاد ما و مطبوعات مقام محترم وزارت امور داخله که اگر اینا به شکل DVD تنظیم شود و بتانه که در پلیس همیشه در وظایف امنی قرار داره و اگر در اختیار پلیس قرار بگیره، انشالله پلیس همه این سریال به شکل درست همه جانب بتانه مطالعه کنه و ببینه و یک سریال واقعا آموزنده هسته و مسلکی هست، بتانیم که ما از این بشر درست در راه از بین بردن تروریست ها و القاعده و همچنین مظنونینی که مردم و ملت ما را نمیخواهد که در اونجا امنیت آرامی باشه و برای اینا کمک کننده هسته و کمک بکنه، این بسیار زیاد جای بسیار افتخار و سعاده است. همیشه وقت شبای جماعت تقیبش میکنیم و وقتا که یک سریالی مفید است برای پلیس و همچنین برای افراد ملکی هم ای واقعا که یک مفید است که ما یک مجرم که بعد مخالف دولت است و مخالف پلیس است او را چرا کمکش کنیم و چرا کم او را دستگیر بکنیم. ای واقعا که برای پلیس یک پلیس خواب مثال بیدار میکنه. خوش ما از آماده که چرا کم میتونه که پلیس جنایی ها که پلیس دیگر رقم پلیس یک مجرم را کشف کنه و چه رقم پلانای از او را محو کنه و خونساب سازه. ما هم یکی از بیننده های از این سریال هستیم که شبای جمعه میبینیم. واقعا یک سریال هست که ما با دیدن از پلیس خود امیدواری بیشتر پیدا میکنیم که وضعیت پلیس ما در بخش های مختلف، در بخش های جنایی، در بخش های جلب و جذب، در بخش های پلیس طبقه زن، در این بخش ها خیلی خوب شده و خوب به تصویر تانسته بکشه این سریال که برای مردم تفهیم کنه این موضوع را که حال پلیس ما نسبت به سالهای گذشته خیلی تغییر کرده و خیلی وضعیتش خوب شده. سریالی را که شما سرش کار داریم برای کمیساری امان الله یک اقدام بسیار نیک است، یک اقدام بسیار مؤثر است. خواهشم از شما دوستایی هست که اگر امکانش باشه که یک کپی از یاره که به شکل DVD یا به شکل CD چه شکلی که شما امکانات دارین در اختیار ما قرار بدین که تا ما ای را بتانیم از بعضی جایا در مشکلاتی در آنتن تلویزیون است از طریق کیبلایی که در اونجا از بخش های خصوصی فعال هستند از طریق کیبل نشرات داشته باشیم و بعضی جایی که ما اونجا امکانات نشرات تلویزیون های به سطح مرکز نیست اونجا ما دوره در قاغوشا یا در جاهای محل تجمع از طریق تلویزیونات و بعضی امکانات های دیگه که داریم برای سربازای ما برای منصبدارای ما او را ما
نشرات داشته باشیم. به نظر ما به خاطر بلند بردن روحیه از اینا، به خاطر تشویقی از اینا که از این قدر هم بهتر در خدمت مردم باشه، ببینن که مردمشان چی نظرات داره درباره از اینا، چی توقعات داره، پلیسشان چه رقم در خدمتشان باشه و مسئولین بلندات بهشان چه رقم با مردم اطمینان میده، هر چی قدر اینا انعکاس داده شوه هم در بین پلیس هم در بین مردم، اما قدر به نظر ما بیشتر محصر میشم. واقعا ساختن همچو سریال ها، اثبات ها و فیلم هایی که توانمندی نیروهای امنیتی پلیس و زحمات و کارکردهای اونا را به نمایش بگذاره، باعث نزدیک شدن روابط بیشتر بین مردم و پلیس میشه و مردم آگاهی حاصل میکنه از زحمات و کارکردهای نیروهای امنیتی خودشان، که خودش باعث جلب رضایت مردم و جلب توجه همکاری های بیشترشان خواهند شد و بخشایی که بیشتر رویش تمرکز شده در این سریال جذب ذکور و اوناس است در صفوف پلیس ملی، که خودش باعث میشه که باورمندی مردم به نیروهای امنیتی پلیسشان بیشتر شود و تعداد زیاد و بیشتری از خواهرای ما و برادرای ما به صفوف پلیسشان بپیوندند و همچنین مبارزه با دهشت افکنی و تروریسم و برقرار ساختن روابط بیشتر و نزدیکتر بین مردم و پلیس از بخش‌های دیگه سریال است که ما جدا حمایت و پشتیبانی میکنیم و آرزومند هستیم که در پهلوی نشر سریال از طریق تلویزیون محترم آریان و زمینه نشر سریال در دیگر رسانه ها و دیگر تلویزیون های محلی که در ولایات است مساعد شود و کپی های از او در دسترس بخش مطبوعات پلیس در ولایات قرار بگیره تا ما بتانیم از طریق خود کپی سریال و تمام قطعات و جزتام ها به نمایش بگذاریم تا باعث بلند رفتن روحیه و مورال پلیس شود و مردم هم با دیدن این سریال بیشتر آگاهی حاصل بکنند از کارکردهای پلیس. استاسو د کمیسر امان الله په نامه هغه سریال چې د ځینو تلویزیونونو د لارې د پولیسو کارونه تمثیلوي، دا قابل د قدر دی او د ستاینې وړ دی. پولیس رښتیا هم د ټولنې خدمتګاران دي. لغمان ولایت کې هم پولیس د خلکو په خدمت کې دي او په هر عرصه کې یې ډېر پرمختګ کړی دی. د امنیت په ساحه کې ډېر تدابیر نیولي دي، ډېر پرمختیا یې راوړې ده. هغه څه چې تاسو د خپل تلویزیون او خپل فلمونو او سیریالونو له طریقه نشروئ، زه په دې متیقن یم چې ډېره برخه یې د لغمان ولایت کې پر دې باندې صدق کوي چې موږ د مجرمینو په نیولو کې، د وطن د دښمنانو په نیولو کې پولیس ډېرې هلې ځلې کړي دي، چې د پولیسو په زور او همت سره لغمان ولایت کې تقریبا 50-90% امن راغلی دی، امنیت راغلی دی. او موږ د خپلو پولیسو د پراختیا او د هغو د پرمختګ دپاره ډېر کارونه ترسره کړي دي چې ستاسو د نشراتو د طریقه ډېر ښه تمثیلیږي، خصوصا د روزنې او تعلیم په برخه کې، د ښځینه پولیسو په برخه کې چې موږ دا اوس یو ګروپ ښځینه پولیس دلته تربیه کړي دي، چې ستاسو د سریال له مخې د فعالیت له مخې څخه هم همدومره صدق وي زموږ پر ښځینه پولیسو چې دلته د بشر حقوق هم مراد کېږي او ښځو ته یو خاص پاملرنه سوې ده ښځینه پولیسو ته. همدارنګه زموږ ټول پولیس دلته په هر صنف کې چې کار کوي، که امنی پولیس دي، که جنایي پولیس دي، که محلي پولیس دي، که خاص پولیس دي، دا یو خاص د وطن پرستی پر احساس باندې لغمان ولایت کې خپل دندې ترسره کوي. چې که چیرې دغه ټولې د پولیسو کړنې ستاسو د فلمونو، ستاسو د میډیا او د لارې خلکو ته توضیح شي، رښتیا هم دا به د خلکو دپاره یو منل سوی کار وي او د خلکو دپاره به یوه ښه رڼا روښنایي راولي. ځکه د پولیسو کارونه تاسو هغه ته انعکاس ورکوئ او ټول
جهان خصوصا افغانستان ټول ویني خلګي ویني بنان زپدی متقینم هغه کارونه چې ستاسو د سریالونو ستاسو د فلمونو لمخې څخه توجه کیږي د لغمان پولیس به هم همیشه د هغه فلمونو څخه خوشحالي څرګندوي او هغه د هغو حمایت کوي د هغو بدرګه کوي سربیره پر دې به خپل کارونه د یو پولیس په ډول چې لغمان ولایت کې باید ترسره کړي هغه به زموږ پولیس ترسره کوي او لغمان خلکو ته به امن راوړي. پولیس نن که تاسو لغمان پولیس سره خبرې وکړي او مصاحبې ورسره وکړي او خلکو سره بیا خبرې وکړي دغه د خلکو خبرې ستاسو د فلمونو د طریقه څخه داسې ست کوي چې د لغمان خلک چې هر چېرې تاسو وینئ د پولیسو څخه خوشحاله دي او ستاسو فلم به ډېر ست د لغمان د پولیسو سره مطابقت وکړي ځکه لغمان پولیس رښتیا خلکو ته خوشحالي راوړې خلکو ته یې امن راوړی دی او موږ تقریبا د څلورو میاشتو را په دې خوا د نورو امنیتي ځواکونو سره دلته ډېر پیاوړي عملیات ترسره کړي دي چې هغه تر 15 هم زیات عملیات دي او په دې عملیاتو کې ډېر دروند بار او ډېر درنه برخه لغمان پولیسو پر اوږه باندې اخیستې وه چې خلکو ته یې امنیت راوړی دی او خصوصا زموږ محلي پولیسو د خلکو په زړه کې ځای نیولی دی او خلک زموږ د محلي پولیسو او د ټولو پولیسو ملاتړ او حمایت کوي چې نن که تاسو د هر چا سره خبرې وکړئ د پولیسو د ښه کارونو د ترسره کولو ښې خبرې کوي او د ټولو پولیسو ملاتړ کوي. زه هیله مند یم چې تاسو خپل د نورو فلمونو نورو سریالونو کې هم د افغانستان د پولیسو هغه کارونه چې دوی ترسره کړي دي هغه تمثیل کوي که چیرې نیمګړتیاوې لري چې موږ خپل نیمګړتیاوې هم ډکې کوو او خپل نیمګړتیاوو د حل کولو دپاره هم تدابیر ونیسو او کوښښ کوو چې دغه کارونه چې ستاسو د فلمونو او سریالونو د طریقه کیږي خلکو ته یو داسې رویه ورکوي چې رښتیا هم د افغانستان د کورنیو چارو پولیس د خلکو خدمتګاران دي او په هر ولایت کې د دوی شتون ډېر مهم او اساسي بلل کیږي. دا اوس ستاسو لغمان ولایت کې وینئ چې تر ډېر اندازې امن راغلی دی ولسوالیو ته ټول خلک تګ راتګ کوي چې پخوا دا حالت نه و همدام ده همدغه پولیسو د برکت څخه چې دوی خپلې دندې پیژندلې دي دا کارونه ترسره کوي اوس امن دی او په ټولو برخونو کې یو پیشرفت راغلی دی د دوی په تعلیم او تربیې کې پیشرفت راغلی دی. موږ خپل هیڅ پولیس نه غواړو چې بې تعلیمه پاتې شي اول به دوی تعلیم کوي بیا به د تعلیمي مرکزونو څخه خپلو دندو ته ځي چې دا یو ډېر مهم کار دی دلته که ښځینه پولیس دي که نارینه پولیس دي د خلکو په خدمت کې دي او د خلکو ته امنیتي تدابیر عرضه کوي او بالاخره خلکو ته امن تامینوي. دا د کمیسار امان الله خان سریال دی او ډېر ښه سریال دی. په د لغمان ولایت کې هر سړی دې سریال سره ډېره مینه لري او هر سړی اوري په دې خاطر باندې اوري چې دې کې ډېر د پن خبرې شوي دي ډېرې ښې خبرې پکې شوي دي. په دې خاطر باندې چې دغه د ښه خلک چې دي دا باید پولیس سره ښه سلوک وکړي او پولیس د نورو خلکو سره ښه سلوک وکړي. په دې خاطر باندې سره دغه خلک مینه لري او ډېر ښه سریال دی زموږ هم ډېر ښه خوښېږي. عوام د خلکو په هغه کې ډېر دا هغه راوړي چې تشویقي د خلک عوام د سریال ته دا سریال چې ده دا پولیسو ته او هغه ته ډېر فایده او فایده لري ډېر فایده مند. دغه سریال باید نور هم تمدید شي په دې خاطر باندې چې ډېر ښه سریال دی او خلک ته ډېر فن داخلي. زه د ټولو دغه همکارانو څخه هیله لرم چې دغه سریال ډېر نشر شي. موږ غواړو چې دې ته باید ادامه ورکړي دا ډېر ښه سریال ده او خلک تشویقي د پولیسو دپاره او د پولیسو او د خلکو مابین کې ډېر ښه رول لري او ډېر ښه فایده ده. کمیسار امان الله سریال چې واقعا یو په زړه پورې سریال دی په دې چې یو په افغاني سریال دی بل زموږ د پولیسو لپاره ډېر ښایسته پیامونه لري د پولیسو متوجه کېدل خپلو مسؤلیتونو ته. نو زما د نورو تلویزیونونه هم دا هیله ده چې هغوی بهرني سریالونو په ځای خپل سریالونه جوړ کړي او د دې تلویزیون نه مې هیله ده چې دا سریال چې زموږ ټولنې ته ډېر ښه پیامونه لري د پولیسو لپاره نو دا سریال دی په لنډ یا په لس قشتو شل قشتو باندې راټولوي نه اوږدې کړي تر څو زموږ ټولنې ته ښه پیامونه ورسیږي او دغه کوم بهرنی یرغل چې نورو تلویزیونونو د لارې زموږ باندې عملي کېږي د هغې مخه ونیول شي او دغه یو بله هیله مې هم دغه ده چې دغه سریال دې د سریانو د لارې نه هم توضیح شي تر څو څوک هم د دې سریال د لیدو نه بې برخې پاتې شي. کمیسار امین الله خان و بسیار خوب سریال ات می خواهیم که سریال ادامه داشته باشه و در ادامه از
ما خواهش میکنیم از دوستا و وطنهای خود که این سریال تعقیب کنن و چه خوب از این میاموزن از این سریال و همه گفتنی داشتیم. خواهش میکنیم از مردم خود که تعقیب کنن کل سریال ها رو و دپه خوبی خود ما. سریال کمیسار امان الله یک سریال بسیار خوب است و یک سریال است که مردم از این پند خوب میگیره و باره پلیس ما و شما است که به مردم نشان میده که پلیس چی یک رول داره در باره مردم چی رول انجام میده چی وظیفه را انجام میده و این یک سریال بسیار خوب است که می خواهیم که سریال های افغانی ما و شما در وطن ما و شما نشر شود در کشور ما و شما نشر شود که سریال های خارجی که نشر میشه از این خودداری کنه به خاطر که از اون مردم ها پند مثبت میگیره این چیزای آموزنده نیست و در ضمنش می خواهیم که این سریال به شهر و بازار برایه چون در هفته یک بار نشر میشه تو مردم کسی وقت پیدا میکنه ببینه کسی نمیکنه یک کسی دی چاپ کنه و در شهر برای شاید خوبتر باشه و می خواهیم که ادامه پیدا کنه چون مردم بسیار خوشدارش هستن. ما چکلا در کمیسار مانلا سریال ولیده واقعا ما سر یه نوع احساس پیدا شو آقا احساس دغه سریال وکوله شو چه زمنگا د خارجی سریالونو او آقا فیلمون آقا سریالونو چه زمنگا در طولن سر نخواهی زمنگا در کلتور و فرهنگ زد دی داغی در نشر مخی ونیولا او دی سریال وکوله شو چه دغه برنامه چه دوی تقریبا د پولیسو او د خلکو د روابطو په یو ځای په خاطر باندې دغه برنامه نشر کړه. په دغه سریال کې یو ډیر ښه پیغامونه موجود و او دغه سریال دغومره خوشبیني ماته پیدا کړه یعنې چې افغانستان هم کولی شي چې دغه سریالونه جوړ کړي چې حتی د مسلکي ډایرکټرانو ممثلینو مخ هم ځان ته راوړی. دغه سریال د مسلکي نقطې نظره د دې ساوند د دې سریال فلمبرداري افیکټ یعنی ډېر منظم یو په بل پسې او زه فکر کوم چې هر چا چې دا کار کړی وي ډایرکټر چې هر څوک وي دی ډېره خواري او ډېر زحمت ایستلی دی او ډېر ښه کرکټرونه دی انتخاب کړي دي. لوکیشن هغه لوکیشن چې یعنی واقعا چې په خارج کې دغه سریال څوک ګوري د جرمني نه ماته څو ټلیفونونه په دې ارتباط باندې راغله چې تاسې دغه سریالونه جوړ کړئ لکه دغه سریال چې جوړ شوی دی چې دغه ډېر ښه روابط د خلکو راخیستي دي د پولیسو سره نو دغه سریال نه مونږ ډېر راځي او غوښتنه مو دا ده چې هر چا د دې سپورټ کړی د دې ډونري یعنې خدای دې وکړي چې دغسې مونږ سره کومک وکړي د تلویزیونونو سره وکړي دغه همکاري وکړي تر څو زمونږ په کلتور باندې چې کوم خارجي یرغل شروع دی تاسې وګورئ په نورو تلویزیونونو کې دا کوم سریالونه چلیږي دا زمونږ د کلتور او فرهنګ سره هیڅ سمون نه لري زمونږ ټولنه بل طرف ته کش کوي زمونږ په کلتور باندې ډېره بد اغیزه کوي که چیرته دغه سریالونه دلته جوړ شي لکه دغه سریال چې ما تاسو ته تشریح کړ نو زه فکر کوم چې افغانان به بېرته هغه خپل اصلي کلتور او خپل فرهنګ ته راوګرځي او د دې نه به دفاع وکړي. ما در مجموع البته این سریال تایید میکنیم البته تماما موضوعات در گنجانیده شده و همچنان به خاطر آگاهی مردم ما و به خاطر اجرات خوب پلیس و اجرات پلیس ما مطابق به احکام قانون در البته نشان داده شده که کار خوب است و به نفع مردم ماست و به نفع پلیس ماست. شما میدانید که مطبوعاتی که رکن اساسی دولت هست یا بین مردم و دولت وسیله ارتباطی هست و همی سریال ها و فیلم های مستند و کوتاه میتوند که کار و فعالیت ارگان از طریق میدیا و تلویزیون ها انعکاس بده برای مردم که ارگان های دولتی شان در کدام عرصه ها کار میکنه و چی کارهایی را انجام میده. من خدمت شما عرض بکنم مشخص در ارتباط سریال که شما تهیه میکنین و از طریق تلویزیون به نشر سپرده میشه که از کار و فعالیت پلیس ملی افغانستان الگو میکنه که پلیس ملی افغانستان نسبت به سابق چقدر آموزش دیدن، ترنینگ دیدن، تعلیم یافته شدن و وظایف خود مطابق قوانین کشور چگونه انجام میدن که همه بیننده های عزیز تلویزیون هایی که تلویزیونی که سریال مشاهده میکنن ایره میبینن که واقعا سریالی که از طریق تلویزیون شما نشر میشه این سریالی هست که دستگیری مجرمین پلیس چه قسم دستگیری میکنه، پلیس در وظایف خود چه قسم وظایف خود چه قسم انجام میده در شهرها و برخوردش با مردم چگونه هست،
به ایلاز چونین سریال ها و فلم های کوتاه و اسپارت های تلویزیونی که از طریق تلویزیون ها نشر میشه من مثبت ارزیابی میکنم و پیشنهاد ما ایست که هرچی بیشتر و بهتر شوه، به خاطر که هرقدر مردم ما آگاهی پیدا بکنه، آگاهی حاصل کنه و در رسه دستگیری مجرمین، مواد منفجره، معنی هایی که در کنار جاده ما داریم، چون بعض از هموطنهای ما بیاز از کودکا و طفلایی که در مکاتب میره چون نمیفهمند در بعض اشیا دست میزنن، به این لحاظ همی فلم ها و اسپارت ها و سریال هایی هستن که مردم آگاهی میتن، طفلا را آگاهی میتن، بزرگای ما را آگاهی میتن که بیشتر و بهتر با پلیس ملی خیش همکار شوند و در هر کجایی که افراد، اشخاص و اشیای مشکوک میبینن هرچی عاجل به نمرات پلیس و ارگان های پلیس و ارگان های امنیتی خود اطلاع بده. این سریال اگر DVD یا CD شود در اختیار مطبوعات های ولایت ها داده شود، چون بعض تلویزیون های محلی است در ولایت ها که و هم از طریق ولایت ها نشر شود و ولایت ها آگاهی پیدا کنه، یا از طریق خود مسئولین مطبوعات برای ارگان های خود یا برای قطعات و جستام های خود از طریق امکاناتی که در اختیارشان است به نمایش گذاشته شود، این گام مثبت خود بود. من از یک پلیس خدمت شما عرض بکنم، نشر برنامه های چه سریال باشه، چه فیلم باشه، چه آموزشی باشه بر پلیس ما بسیار مفید و با ارزش است. شما میفهمین که امروز پلیس ما سخت به آموزش نیاز داره و این آموزش ها را میتوان از طریق سریال ها، از طریق اطلاعات به دست گرفت و از طریق نشر فیلم ها و بالخصوص سریالی که به نام کمیسار امان الله به نشر سپرده شده است، واقعا کار پی کار پلیس، برخورد پلیس با مردم و مردم با پلیس همکاری شد جلب کرده، واقعا یک سریال دیدنی و خوبی هست. از لاوالاش قسمی که کمی من دیدم و متوجه شدم و بهتر است، به شما بهتر معلوم است که 3 دهه جنگ کشور ما را به بدبختی کشانده است، همه دار ندار یک کشور جنگ از بین میبره و همه مردم نیاز به آموزش داره. این آموزش ها را میتونه از طریق سریال ها و نشر فیلم ها و فیلم مستند مردم حاصل بکنه و در همکاری با پلیس تقویه شوه. همه مردم در تامین امنیت، قسمی که وظیفه پلیس است، وظیفه پلیس تامین امن و نظم عام است در اجتماع و این وظیفه مقدس، اجرایش به تنهایی مشکل است و همکاری مردم اگر نباشه، همکاری مردم با پلیس مانند آب و ماهی است و ما از همکاری مردم به دور بانیم، ماهی هستیم که در آب خشک میمونیم. پس بنان این همکاری ها، این چیزا را در سریال ها، در میدیا، چون نیم پیکر جامعه است و این از ارزش به سزای برخوردار است، اگر این منعکس پیدا بکنه، انعکاس پیدا بکنه در سطح قمندانی ها، قطعات، جستامای پلیس به نشر سپاریده شود، چون این فیلم ها، چون این عمل کرده های پلیس از اون میتونن نقاط ضعف خودم برجسته بکنن، نقاط منفی خودم در اثر اجراعات و این خوبتر است، بهتر است، افضلتر است به پیشرفت و وظیفه ما موفقانه و عظم دستندرکارهای سریال ها، فیلم ها، نشرات، رادیو، جورنالیزم خواهش میکنم که در تامین امنیت وطن، در تقویه نیروی امنیتی، در انعکاسات خبر خوبتر، تمثیل کارهای خوبتر بهتر نیروی امنیتی و هم اجراتشان منعکس بسازن به شکل درست که تا ما شاهد امنیت و خوبتر و بهتر به مردم خود باشیم، در سطح منطقه، در سطح کشور ما به اصطلاح شاید یک امنیت خوبتر باشه. قسمی که در سریال کمیسار امان الله مشاهده میکنیم، واقعا نقش خانم ها در بودنشان در پلیس خیلی بسزا است، خیلی با اهمیت است. اگر یک خانه ما رو تلاشی میگیریم، اگر یک تروریست، یک خائن، ما تجربه نشان داد چندی جای ما مردار با چادری همین خانم ها بود در سر تلاشیشان دریافتن، دسایس خونسا کردن و صدا انسان به اصطلاح از مرگ ادمی نجات دادن. این کار پیکار خانمای پلیس بود، دستور پلیس که انجام دادن و این سریال ها بعد داخل قطعات جستام ها هم به نمایش گذاشته شد به شکل فیلم، به شکل تلویزیون های مالی خیلی از اهمیت خوب برخوردار خود بود. همه پلیس ما، همه مردم ما او را منعکس بسازه، ببینن و نقاطی که پلیس چطور همکاری مردم را جلب میکنه، پلیس چه نقاط ضعف داره خدای ناکرده یا مردم چه ضرورتی داره به همکاری و این نقاط منعکس پیدا کنه، مردم آگاهی پیدا کنه، چون 3 دهه در کشور ما جنگ گذشته است. همه
که کشور یک سه در جنگ سپری کرده باشه اما دار و ندارش به فنا می رفته باشه. واقعا در همه عرصه ها ما کمبوتات داریم و بر رفع کمبوتات اینمی سوریال ها همین ژورنالیسم یا خبری میتونه رسانه ها ما را کمک بکنه، هم در قطعات هم در جستان ما هم از طریق تلویزیون ملی و تلویزیون های ملی محلی در ساعت که نولت هست در سال افغانستان در سر تا سر البته اگر به پخش سپرده شوه از اهمیت خوب برخوردار خود بود و این سوریال کمیسار امان الله هم واقعا دیدنی هست و اگه به دیویدی تبدیل شوه با دسترس همه دوستا قرار بگیره یک امر خوب خود بود و تا پلیس ما بتونه اجراعات خود نواقص کم بوده یک در کارش باشه او را مرفوع بسازه. پروگرامی که روی دست هست به نام سریالی که ترتیب شده به نام کمیسار امان الله واقعا یک سریال بسیار خوب است و یک سریال انتباهی است و یک سریال دیدنی است و پلیس ملی ما در حال تعلیمات و در حال بالا رفتن ظرفیت خود می باشد و چنین سریال ها و چنین موضوعاتی که روی دست است واقعا امی هویت پلیس برای دورنمای افغانستان برای دورنمای افغانستان که امنیت ده واقعا و پلیس در حالی است که پلیس اگرچه پلیس در دنیا صرف به خاطر تطبیق قانون است ولی در شرایط فعلی پلیس افغانستان در جنگ است، در معاربه است و در دفع و طرد حملات تروریستی است و تمام مشکلاتی که امروز در افغانستان می‌بینیم در قدم اول پیشا پیش در قسم سایر ارگان‌های امنیتی پلیس ملی افغانستان است و اوت روزی نیست که در یکی از نقاط افغانستان در چندین ولایت افغانستان پلیس تلفات نبینه، پلیس مورد آماج عملات دشمن قرار نگیره و پلیس عملات دشمن دفع و طرد نسازه و بسیار جای خوشبختی است و این سریالی که جور شدم و یگانه سریال است که برای پلیس ما روحیه میده، مورال میده و از دیدن چنین سریال ها پلیس ما میتونه، مردم ما میتونه که یک انتباهی بسیار خوب از وضعیت امنیتی و از وضعیت سیاسی افغانستان بگیرن و ما به نوبه خود و به نمایندگی از پلیس سمنگان این سریال ها و دستن در کارهای این سریال ها و کسایی که پروگرام دادن و در حال تطبیق هستن و شما که در این راستا زحمت میکشین، تکلیف میکشین از شما یک جان تشکر، چون پلیس ما همیشه در وظایف توضیح می باشند و وقت برای دیدن اکثر اوقات برای دیدن از این نمی داشته باشند. امیدوار استم که را به طریق دیویدیا جور شود و پلیس ها بتانه که در اوقات بیکاریش از این استفاده بکنه. میشه آقا سوریال گورو شد تکتیکونه در پلیس، مسلکی پلیس تکتیکونه پکی کار کیجه پا گرفتاری که در مجرمونو زمون سر دیر گتا کهی نوزمون طول دوستان در سوریال مون همیشه تقیبه او. سوریال کمیسار امان الله خان است به خاطر تقویه پلیس پرنوا و آمدگی داره به خاطر که این مردم سیل کنه پلیس ها چی نوا گرفتاری و چی نوا خدمت به مردم میکنه. در حقیقت این سریال یک مکتب است، یک آگاهی دهنده وسط کشور ماست که پلیس چه نوع روابط ارتباط با مردم داشته باشه و چه نوع یک آگاهی وسط کشورش داشته باشه که دشمنای افغانستان و چه نوع حرکتای نامشروع و نامطلوب کشور ما را بی امنیت میکنه و مکتبای ما را با آتش میکشه، فرزندای عزیز ما را در مکتب سمپاشی میکنه. بالاخره در بخش های مختلف جمعی از جوانای ما به ارتباط این پروگرام کار میکنن، یک آگاهی سیاسی به مردم میدن، مردم ملت ما از این مکتب درس میگیرن، آگاهی پیدا میکنن. در این ارتباط ما علاقمندی خاص خود به دیدن این سریال، حمایت خود، همکاری خود و چی کاری را که از دوست ما انجام داده میشه بکنیم یا قدم میتونیم در خدمت هستیم.
یک بخش کاری وسط دنیا است. افغانستانی که مثلا در یک جنگ بود، در یک کشمکش بود، در یک ناامیدگی بود، امروز جمعی از افغانی های ما در بخش های مختلف تا نیستن که افغانستان رکلام بکنن. این سریال هم یک بخش کاری جوان های ماست که اینا وسط دیگه کشورها افغانستان از این آدرس رکلام میکنه و جهانی ها نشان میده، در بخش های مختلف اینا کار میکنه و ذهن مردم ما را روشن میکنه. کاملا یک بخش کاری بسیار خوب است. من در حقیقت این یک مکتب میگم، هر افغانی، هر برادر ما، هر خرد و کلان میتونه که این را خوب تعقیب بکنه و از این مکتب درس بگیره و در آینده خالیگاه های نامورود و نامشروع در وطن ما، در کشور ما پیدا نشه که از این خالیگاه دشمن استفاده بکنه و در آسیا به دشمن آب بریزه. در ارتباط ساختار خود سریال ما علاقه مندی بسیار خوب داریم پلیسی را ببینه و از این استفاده خوب بکنه. در حالی که پلیس در وظیفه است، تلویزیون دیده نمیتونه، در خبرها رسیده نمیتونه و از این شکاری، از این ابتکار شما جوانا، از این استعدادتان، از این فهم فراستتان ما صحیح کار گرفته نمیتونیم و در خدمت شده نمیتونیم. میشه که وزارت امور داخله ایرا در DVD ثبت شوه و در خدمت همه پلیس ها قرار بده و از این استفاده خوب شوه و ما میتونیم که هر وقت کمی ها و کاستی ها را از این استفاده بکنیم و پلیس دائم این را تعقیب بکنه، خدا بسازه. این بسیار یک اعمال و تصمیم خوب است که بازم این یک درس است، این یک مکتب است، این یک بسیار یک کمک خوب با پلیس است، به تشکیل وزارت امور داخله است. سریال بسیار یک سریال ارزنده است. به واقع اگر آدم فکر کنه نقش پلیس است، که پلیس واقعی چی است، آدم در سریال میتونه دیده و اگر پرسنل چیز پلیس بخواهی خود اصلاح کنه، این سریال باید از تعقیب کنه، سرمشق خود قرار بده و از طریق ازی میتونه که همه کمی و کاستی های خود دور کنه و برای پلیس یک مکتب بسیار خوب، یک مسئله بسیار خوب است که اگر کوشش کنه میتونه که هر نوع مشکلی که در تعلیم، نظام، هر چیزی که باشه از این رو میتونه خود اصلاح کنه و به جامعه خود یک مصدر خدمت خوب شود. تا جایی که ما مشاهده کردیم بسیار یک سریال خوب است، از نگاه وسایل، از نگاه تجهیزات، از همه چیز بسیار خوب بوده، منظم بوده. دیگر پلیس به می اندازه میشه، اگر در افغانستان مردم فکر کنه پلیس از این کده بهتر و خوبتر نه، هیچ امکان نداره که شوه و پلیس افغانستان به می حالت اگر شوه انشاءالله یک پلیس موفق و خوب است. سریال کمیسار امان الله در ولایت تخار بسیار بیننده زیاد دارد و یک چه رقم سریال است که مثال سر زبان است فعلا و به همه نگاه تقوی پلیس دهی ذکر شده و ما خوشحال هستیم به خاطر که یک موسسه افغانی ما یک سریال مثال آموزنده و تولید کرده و در آینده ما میخواهیم که مثال سریال پیش بره. ما تا ای که مثال ما تعقیب کردیم بسیار جالب است و میخواهیم که از اینکه جالبتر هم شود. دیگه یک از سریال های هندی کده، از بعض سریال هایی که مثال فضلی که مثال از طریق هند پخش میشه، این 100% بر ما خوب است، هم آموزنده است، هم بر تقوی پلیس ما، هم یک سریال است که ملی است و ما بسیار خوش هستیم و تشکری میکنیم از کارمنداش، از کارگردانش و همچنان از تمام کارمنداش تشکری میکنیم. از نگاه نظامی بسیار پلیس سریال فن آمیز است به رای سربازان پلیس افغانستان که افغانستان باید که جلوی هر نوع خشونت قاچاق بار و مواد نقلی رو دیگر که اختیار شیار رو بگیرد و مرسال نقش از این را یاد میگیرم. از باید زیاد باشه به خاطر از اینکه پیشتر هم براتون همین مسئله را گفتم که یک سریال واقعا که آموزنده است، سریال کمیسار. اگر این مسئله بیشتر نشر شود باید این خاتمه پیدا نکند. در سریال همه چیش خوشمان آمده که پرد مثال اختطاف شیار را میگیرد، دیگه یک سنهش هست که پدری امو عمر حوزه را اختطاف میکنم، پس از او کمیسار میره خودش او را با چی میزنه، با
مرمی تفنگ چه میزنه او را میگیرن دسکر میکنن. همین صحنه‌هاش خیلی جالب است، دیدنی است. واقعاً که یک سریال آموزنده است در رابطه به می نظم پلیس است که انمی نظم پلیس واقعاً یک سریال آموزنده است. اگر همچون سریال ها در یک کشور ما اگر چون نشر شود بسیار برای مردم مفید تمام می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، قسمی که مشاهده میکنین ما فعلا به قماندانی امنی ولایت بدخشان حضور داریم. خواستیم که ارتباط سریال کمیسار امان الله مصاحبه قماندان صاحب داشته باشیم، ولی متاسفانه قماندان صاحب به ولسوالی جرم حضور دارن. اونا در یک عملیات هستن. آمر صاحب امنیت هم نیست و آمر صاحب دفترشان تمام پرسنل در مجموع سیاتر توظیف هستن به ولسوالی جرم، اما متاسفانه ما نتانستیم مصاحبه اونا را بگیریم.